همکارم کامیار بهرنگ اینجا همراه ما شده در استودیو تا بیشتر بررسی بکنیم که آخرین خبرها چه بوده اه، کامیار اه برای ما بگو که چه میگذره به نظر میرسه که اونطور که میتونیم بگیم به طورت غیر رسمی بر اساس گزارش خبرگذاری ها و رسانه های نزدیک به حکومت پزشکیان رئیس جانشین رئیسی شده از عجایب جمهوری اسلامی این که خبرگزاری ایسنا به نقل از شبکه العربیه نوشته که پزشکیان پیشتازه این عجیبا غریبا یعنی واقعا باید گریه کرد به حال سیستم خبررسانی جمهوری اسلامی و وزارت کشورش که خبرگزاری رسمی کشور باید از العربیه نقل بکنه که چه اتفاق افتاده تمام اینو بذاریم کنار همونطور که گفتی به نظر میرسه با توجه به اینکه الان نزدیکان جلیلی شروع کردن در رسانه های اجتماعیشون تبریک گفتن به پزشکیان سید یاسر جبرائیلی خبرنگاری مثل عبدالله گنجی محمد حسینیان فرزند حسینیان که سالها مقام امنیتی کشور بود و حالا اختلاف بین این دو تام جالبه یعنی طرفداران غالباف دارن جلیلی رو متهم میکنن طرفداران جلیلی دارن غالباف رو متهم میکنن اما همونطور که گفتیم به نظر میرسه که انتخاب نظام در سال 1403 مسئول پزشکیان هست حالا اینکه کی میخوان این رو اعلام کنن به چه شکل اعلام بکنن همه اینها دیگه وارد مرحله دیگه میشه اما یه نگاه کوتاهی هم اگه بندازیم میگم حقیقتا تمام اون چیزی که ما میبینیم الگوی رایی که به صورت غیر رسمی در دست ما هست فاصله معنادار نزدیک به دو میلیون در انتها خواهد بود حالا دو تا دو نیم میلیون چیزی که داریم اما این الگو تغییر نکرده بر اساس گزارش ها اما وزارت کشور هنوز که هنوز آذر نشده حتی رعی های شهرهای کوچک رو اعلام بکنه باید ببینیم که کی این اتفاق میفته اما رجانیوز یکی از سایت های نزدیک به ستاد جلیلی گفته که جلیلی حدودا 13 میلیون و پزشکیان حدود 16 میلیون رای اعلام خواهد شد و در آخر هم بگم که یکی از سخنگویان ستاد پزشکیان گفته که ما خودمون آماده کردیم برای جشن پیروزی اما با توجه به اینکه در ایران ایام ازاداری خواهد بود جشن ها فوری نخواهد بود و برنامه اعلام می‌کنیم به نظر می‌رسد ستاد پزشکیان هم خودش آماده کرد مرسی همراه ما بهمون بر برمی...